Assalamu alaikum bina nahu arjman. In barnome itilati tahlili nabzi zindagi ast. In barnome ast ke dar hamkori ba stansiyahoi televizionhoi mustaqili Tojikiston tahiye meshavad va mawatoi jurnalistone onho dar barnome jodad khan shud. In abad mo tasmim giriftem bobati mavzui taghyirobi iqlim yak sohbati dashte bashim. In mavzuro mo dar shumori 12-umi barnome matrah karde budim va ammo dar on barnome mo beshtar dar masalahoi umumi mavzui taghyirobi iqlim بحث و بررسی کرده ایستاده بودیم. این نوبت همراهی کارشناسی برنامه به پهلوهای دیگری موضوع تغییرابی اقلیم رجوع خواهیم کرد. اینک امروز در برنامه تماشا کنید. تاثیر تغییرابی اقلیم و راههای حل مشکلات آن به سوهای کشاورزی این موضوع در برنامه نبض زندگی تحلیل کردید. تغییرابی اقلیم موضوع نو نیست، مشکلات گلوبالی ادامه دار است. تاثیری آن با محیط زیست، سلامتی انسان و سوهای کشاورزی بر علام شایده می شود. راههای حل مشکلات کدام هویان؟ موضوع را نامزدی علمی فیزیکا ماتیماتیکا، اکولوگ، سابقه داری سوهای حفظ محیط زیست عبدوالیف اسکر قاسیموویچ کارشناسی می کنند. موضوع تغییرابی اقلیم دامنه دار است و چون گفتیم که در برنامه قبلی بیشتر در مسئله های عمومی این موضوع ایستاده گذاشتیم. تاثیر تغییرابی اقلیم به محیط زیست، سلامتی انسان، سوهای کشاورزی که غذای انسان به واسطه از این سوها برمی آید خیلی جدی است. اصلا میگویند که تاجیکستان با نیروی اقتصادیش خودش در آلوده سازی اتمسفر قریب که تاثیر نمی گذارد. اما از تاثیر تغییرابی اقلیم بیشتر ضرر دیده شده است. ما کارگاه های زیادی آلوده سازی فضای اتمسفر را نداریم، اما تاثیر آن به پریاخ های تاجیکستان خیلی جدی می باشد. دوامی 50 سال آخر از روی معلومات ها قریب 30% پریاخ های تاجیکستان از بین رفتند و این رقم هر یک نفری آگاه را به اندیشه کردن وادار می سازد. در منبر کارشناسی امروز حضور دارند اسکر قاسیموویچ عبدولیف، نامزد علم های فیزیک و ماتماتیک، اکولوگ، سابقه داری سوهای حفظ محیط زیست. شما را خوش آمدید میگم. و راستی رجوع من در آغاز، یعنی مقدمه سخن من در آغاز در مورد تغییرابی اقلیم، این کلمه، این عباره ما امروز بسیار میشنیم، بسیار ما میگوییم که مثلا اقلیم تغییر یافته ایستاده است. من نظر شما رو اطراف این مسئله پرسیدن هستم، نظر شما چگونه است؟ برای چه این سوال پیدا شد و اگر ما شما خوانید و کتاب های گیرید و تلویزیون را بینید، اگر این مسئله فعلا یک 30-40 سال پیدا شده پیش، تا همینه درباره تغییرات اقلیم هیچ گونه تغییرات اقلیم خودش هر روز ما میبینیم، هر سال فصل دیگه میشد، بهار میبیاد، زمستان میبیاد، اقلیم تغییرات مییابد. لیکن تغییرات اقلیم گلوبالی این دیگه سوال میشد که یک طرفش هم آدم، دیگه طرفش طبیعی به این تاثیر منفی میرسد. برای چی ما گفتستیم که اگر تاجیکستان خود ما گیریم، اگر تا پرتافتن به هوای اتمسفر گازهای بخونه خیلی کم می باشد. تاجیکستان اگر در دنیا 140-150 تا دولت باشد، اگر ما جای 129-130 می گیریم، ایسو بی پرتافتن با همین گازهای بخونه به هوای اتمسفر. اگر ما با یک کس گیریم، اگر همون پتافتن گاز ها، او آخری همون سپیسکند ما. تاثیر ما با تغییرات اقلیم گلوبالی جدا هم کم می باشد. اما ضررش بیشتر دیگه. لیکن همین ضررش، تاثیر اقلیم با پریاخ ها جدا هم کلان هست که من قریب که 30% همون پریاخ ها آب شدن. بله، تشکر. یک سوالی نوبتی و همچنین گفتم که جنبه اساسی سخن درباره اون که ما گفتیم که شما خودتان در آغاز گفتید که دو عاملی هست مثلا در تغییر آب اقلیم. اول طبیعی که مثلا گوییم تاثیر خودی گوییم عامل های طبیعی و همچنین عامل های آنتروپوگنی، یعنی دست انسان، یعنی انسان به دست خودش امروز توازن، یعنی بالانس طبیعت رو ویران کرده ایستاده است و مثلا انسان میتواند خودش که مثلا انمی بالانس، انمی توازن رو باز نگاه دارد، درست نگاه دارد. به خاطر اون که مثلا مو اشاره شد که تغییرابی اقلیم هرگز باز داشته نمیشود، اما تاثیرش کم کردن ممکن است. بنابر همین ما برای کم کردن تاثیر تغییرابی اقلیم بی واسطه به سلامتی انسان ما چیکار کنیم؟ مثلا هر یک نفر
شما چی توصیه میدادید؟ اگر ما تاجیکستانی خودمون گیریم اگر شما میدونید که من اکولوگ من میدونم که اما در تاجیکستان پرابلم اکولوژی جدو بسیار هست. مسئله آب گیریم، مسئله زمین گیریم، مسئله پرتوهو گیریم. تغییرات اقلیم خود به خود خودش تاثیر یک بار نمی رساند و تاثیر تغییرات اقلیم درو دراز می شود در وقت. اگر ما خلطکای فوق‌العاده گیریم یکی از طرفی هم تغییرات اقلیم و یا یک بار می شود تئوری مدتی کوتاه به لیکن دیگه تاثیر من این تغییرات بارش شد حرارت و حرارت و سیل درو دراز میشد و یا تاثیرش ما بعد از 5 سال 10 سال ممکن 15 سال میبینیم ده برای همون علما گفتوستیان که برای همون وقت به نامده تامنه ما پیش بینی کدن ما در کن پیش بینی ما دست ما میامدگی یکمش که این فهمیدن با اهالی فهموندن منیم مسئله یا که وای فهمان که کدام ریسکی کدام خوف خو هستن که در این مسئله که آینده سونه برای وای پیش بینی کردن جوری مبلغ کلون در کار میشد ممکن اگر ما حوزه سر کنیم همون پیش بینیه مبلغ کمتر می ایلوجی واقع پیش از واقع میگن ها همین خیر خودش من این مسئله هایو دیگه مسئله درخت ها چنوندن این برای همون میشناند که یکمش که اگر تاجکستان خود ما گیریم من این خوجند خود ما گیریم اگر یکمش که وای شمال های سخت میدارد دیگه که وای هوا همون اکسیژن کشته میگیرد و کسلارود گازی کربنات رو فرو برده اکسیژن حاصل میناد همین خیلی سه تا چهار تا چیزی هایی که همون درخت جدا فایدهش کلون برای همون شناندن درخت در حدود تاجیکستان جدا اهمیتی کلون دارد چون که هوا ما گرم دویومش که شمال های سایومش که اخای گاز و اقدام بسیار نباشن لیکن وای سایه میتید ترکیب خوک رو نگم ترکیب خوک نغز میکند هر یک درختی که میشنونید تگشنده میکرو ارگانیزم رو پیدا میشد که گیدو اطرافش زمینش نغز میکند زمین پوچوه بله خوک زمینه چون که کدام زیرویات نشنونید اگر همون چخیر که خاک زمین باشد اگر می خیر شما اورژای حاصل میگیرید تقریبا اگر می بکنید بله تشکر برای اشتراکتون به شما تشکر میگم رحمت برای شما از من در میمری کارشناسی به حضور داشتن اسکر قاسمیویچ عبدولیف متخصصی ساحه محیط زیستی بودن و ما اطراف تغییرات اقلیم و تاثیر اون به محیط زیستی ما صحبت داشتیم برنامه رو ادامه دهیم. تغییر اقلیم در نظر اول نوعیان است. اما دیدیم که قریب تمامی مهم مارت امسال بارانی بود. هر کس به طور خودش پیشگویی میکرد. همگان نگران بودند که حاصل من بعدی درختان چی میشود. مخصوصا درخت زردالو که آن محصولاتی صادراتی کشور به شمار میرود. موضوع کووید پس شد و حتی خوشبین کننده هم شد که رژه نقابی از بین برداشته شد. اما تغییرابی اقلیم همانو نه تنها به ساحه کشاورزی اینچنین به سلامتی انسان نیز تأثیر گذار خواهد بود. گزارش نوبتی برنامه از نوحی واسع است. خبرنگاری ما از تلویزیون موج آزاد نوحی واسع خواجه نظریف میگوید که تغییرابی اقلیم نه تنها به ساحه کشاورزی اینچنین به ایجادت شاعران این منطقه نیز تاثیر خودش رو گذاشته است. همراه تماشا میکنید. رجب غفور ادیب اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان داستان مادر طبیعت رو به انجام رسانید. در این داستان اوید تغییریابی گلوبالی اقلیم ضرورت تلاش های انسانیت برای رفع عاقبت های آن همچون مشکلات جدی زمان معاصر مورد توجه مؤلف قرار گرفته است.
این موضوع ما رو از سنهای مثلا پیشین به خود یعنی که جال نمود، مثلا تغییر اقلیم مثلا در همه جا مشاهده می شود، آب شوی پریخو مثلا تنقیسی آبی توزه در تمام سیاره و سختانی بیش از دوره ها مثلا میکنیم توفان ها اون چیزی که در تمام گوشه های دنیا به عمل می اومد، این از یک بحران بزرگی اکولوژی وابسته است که همه این رو انسانیت خودش با دست خودش که با وجود آورد. رجب غفور این ادیب طبیعت دوست نوشته هایش قریب که پورا به موضوع محافظت طبیعت بخشیده شدند. در نوشته هایش او از آدمان دعوت به عمل آورده است که نسبت طبیعت بی پروایی و بی رحمی ظاهر نکرده، بلکه به هر یک گل و گیاه، آب و هوا و خاک این سیاره حلیم و مهربان باشند. این باید همین مسئله حفظ محیط زیست باید مسئله رقم یک در تمام جهان، این مسئله گلوبالی است. در سمت محافظت طبیعت و از هم گذاشتن در پیشگیری تغییریابی اقلیم اقدام های ادیب شایسته عبرت هستند. در مساحت همگی 2 سطح قطعه زمین نزدیالگی منزل استقامتیش او زیاده از 84 درختان میوه‌دهنده و سویه‌افکن شنوینده پرورش کرده باغ بنیاد کرده است. رجب با باوری میگوید که اگر همه ساکنان همین طور در سبزگردانی طبیعت سهم گذاشته محیط زیست رو تازه نگاه دارند، طبیعت رو از فلاکت نجات دادن ممکن است. از نورسایی آبی پلیزی در دهات گلستان ناحیه واسه سال 2021 و مثل این زمین ها حاصل صدها هکتار زمین ها نابود شدند. تختمون از 4 آگوست او افشه دیده نیستم، کانال پول نکوکای او حوزده نیستم، میگنیم احوالمون باید دیم حاصل اینا پول نکوکای رسخود ما دیگه کمیتا نمیتای پول حاصل نیست. سبزی کردم، چگوری کردم، نه همش کوک نمیخواد. این آبانبوری سلبور از 1300 هکتار زمین های کشاورزی از همین حوض آبیاری میگردند. سال 2021 تابستان ماه ایول آبی حوض خشک گردید. متخصصان میگویند که چنین حالت را یاد ندارند. سبب خشک گشتن آبی حوض را به تغییریابی اقلیم شهر دادند. تاکید نمودند که در چنین شرایط خواجگیداران باید استفاده صرفه‌کارانه آبی پلیزی را به راه مانند. دوستان مادر طبیعت مهنت چندین ساله شاعر رجب غفور می باشد. همزمان با دیگر نوشته هایش و اقدام های نجیب در سمت محافظت طبیعت او مورد توجه کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است. نوشته هایش اوید پیشگیری تغییریابی اقلیم منتظم طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک با سهم بینندگان می رسد. رجب می گوید که شماره خوانندگانش روز به روز زیاد می گردند. از جانب کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان او در قطار بهترین ترغیبگران محافظان طبیعت شناخته شده با نشان سرسینگی محافظ طبیعت پیشبری گردیده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه تحلیلی نبض زندگی. کارشناس دیگری برنامه ما عبدولی حامد می باشد که این نفر سالهای زیاد است که رهبری مرکز آب و هوا سنجی ولایت را به ذمه دارد. او همچنین یکی از آن متخصصان می باشد که در این ساحه کاری علمی انجام داده است در این موضوع و همکاری مو محبت مرادوه با این نفر یک مصاحبه انجام داده است که این لحظه هم را تماشا میکنیم. نمناکی اگر در ترکیب خاک و در ترکیب رستنی های نباتات کم شود، این آورده به خشکسالی و به کم آبی و به دیگر عنصرهای مترولوژی و عنصرهای گیدرومتئورولوژی آورده میرساند. در همین خصوص در خودی ولایت از مرکز آب و هوا سنجی و اگنتی آب و هوا شناسی جمهوری تاجیکستان کمیته محیط زیست بخش آید با تغییریابی اقلیم در همه منطقه های ولایت سوغ، در همه منطقه های تاجیکستان از همه استانسی ها و دیدبانگاه های آب سنجی، استانسی های هوا سنجی و دیدبانگاه های آب سنجی که در تابعی جمهوری تاجیکستان وجود دارد، معلومات های بسیار ساده را جمع آوری کرده تاثیر تغییریابی اقلیم را در هر یک منطقه های تاجیکستان برآورده شده است که در کدام منطقه عنصرهای مترولوژی، حرارت هوا، مقدار بارش و وزیدن شمال و دیگر عنصرهای مترولوژی چگونه شده سود است. در ولایت سوغد گریم از همه ناحیه آسیب پذیر ولایت سوغد این ناحیه اشت می باشد، ناحیه عینی می باشد که این ناحیه ها نوحی اشت گریم از همه جوی کم بایشترین ولایت می باشد که در یک سال همگی
150 میلیمتر بارش می برد. در این ناحیه وقتی که کم بارش می شود بسیاری زمین های که وقتی تابست کشتی بهاری می گرزونند، کشتایی که به آب می گرزونند، این کشتا گرزونده نمی شود. سال 2020، سال 2021 که شما دیده باشید اگر در خود ولایت در اکثری ناحیه های دومنکا و ناحیه های وادیگی ما مشاهده برف رو ندیدیم. تاثیر بارشات برف، مقدار بارشات برف نبود. این همین سبب میتید که همین آمده سودست، همین تاثیر تغییر اقلیم. فصل بهار بینید که با در خود ماه مرد علاقه از معیار مقرری زیاد شدن بارشات که در خود ماه مرد همه اون بارشاتی که در زمستان باریدگی نبود آکد در ماه مرد از حساب ماه زمستان همون بارشاتی باران، بارشاتی دیگر برفی تر و برفی سخت با وجود آمد. از همین حساب و همین آمده سازست که تغییریابی اقلیم اکنون تغییریابی اقلیم بسیاری علمای جهان رفت میدیم برای زیاد شدن اهالی در کره زمین، زیاد شدن پرتوف در روی زمین، در بالای آب و در بالای دریاها که مقداری گازهایی که از ترکیب زمین و از ترکیب نباتات و از ترکیب آب به هوا میبرد مقرری نبوده، در همین حالت پیدا شدن همون گازهای گرم که پردی از اون اتمسفر رو تنگ میکنه و نوری آفتاب دوچندتر آمده به زمین میرسد. همش همین همش اگر گریم همه خیلی علمای جهان رفت میدیم. در تاجیکستان ما که گفته گذاشتیم که ما 93% تاجیکستان کوه است، این اگر که نمی از ترکیب خوب کم شود، اگر این کوهای ما با کنده شوی بجر شوی آمده میرسد، آمده میرسد که این اگر که گریم اگر وقتی که تمامی اقتصادیات مملکت این همش با راهی با راه وابسته، با راهی ماشین وابسته که این اقتصادیات مملکت پس میشد، بعد از وقتی که اقتصادیات مملکت که پس شد این از آورده با اقتصادیات مردم میرسوند که اقتصادیات مردم کم شد. متخصصان تشخیصگاه اگروکیمیاوی در نزد اکادمی علوم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان که در انستیتوت باغ‌پروری و تاک‌پروری و سبزوادکاری نوحی باباجان غفوروف عمل میکنند، تاثیر تغییریابی اقلیم به گل شاخی درخت زردالو رو تحلیل نمودند. نتیجه تشخیص رو از گزارشی نوبتی برنامه که اون رو همکارمون مفتون شکور و همچنین نعیم جان ایوب تهیه کردن تماشا کنید. زندور اصل پر بود و او اومده امینه گاردالو میکرد. گارد اولی میکنه، من گارد اولی استفاده است. من همین گاردی که باید اویانده غیره شود. از این من پوچ. این مشاهده های کارشناسانی بین المللی است. آنها تاکید به تاکید میگویند که تغییریابی اقلیم تاثیر خود را به ساحه کشاورزی گذاشته است. مثلا 20 سال قبل در همین شب و روز یعنی ماه مارس زیر درختان استفاده نمیشد. زیرا زنبورها گل درختان را گارد اولی میکردند. چند سال اخیر باشد هنوز از زنبورها درک نیست. امسال نمی زمین از حساب بارشات و تغییریابی اقلیم بلند می باشد. دهقانان نیز فکر کارشناسان را جانب داری می کنند. ابراهیم سولیبایف دهقان از منطقه میچورنی ناحیه باباجان غفوروف تاثیر تغییریابی اقلیم را در زمینش احساس کرده است. برای سری وقت پیشگیری نمودن حاصل درخت شفتالوزارش مجبور است که از زهرداروهای کیمیاوی که خراجات زیاد را طلب می کند استفاده برد. در عکسی حال از 13 گکتر زمین شفتالوزار و زردالوزارش حاصل دلخواه به دست آورده نمیتواند. بارش بلبل هم شد. این کمتر همه تشویق موندگی. خیلی ما حاضر پیشگیری کده من خیلی دیده ایستادتان شما من درخت ها خیمیکت هایی ویش پاشیدگی ما برای پیشگیری کسلی هر گونه کسلی ها. کسلی هایی که وقتی که نمناکی بلند میشد آوج میگیرد برای انمه های پیشگیری کدن ما کپروزی میست آهک پاشدگی. متخصصان تشخیصگاه اگرخیمیاوی در نزد اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان
که در انستیتوتی بخپروری و تکپروری و سبزوادکوری نوحی بابجان غفوروف عمل میکند، تأثیر تغییریابی اقلیم به گل شوخ درختان زردالو را تحلیل نمودند. نامزد علمهای کشاورزی جورابو یانگیبایف از درخت زردالو یک شوخ آن را شکسته به تحلیلگاه آورد. آن را با کمک لابرانتونی این تحلیلگاه تشخیص کرد. میگوید که بنابر تغییریابی اقلیم و زرد شدن هوا در اول فصل بهار، مخصوصا گل کردن درختان بیشتری گلها کرنوشویا میگردد، یعنی به حاصل میماند. تا حاضر تفتیش که دام ساسیم، حاضر یکون خیل آسیب بینی گلها نیست. هوا پس آمدن بعد مادری که پدری یک وقتانده نمیپزد، بارداشوی سستر بابزد. تحلیل های متخصصان این تشخیصگاه نشان داد که از 100 دانه گل که از 14 نوع زردالو گرفته شده است، 41 دانه آن حاصل ده، 51 دانه گل زردالو به حاصل دانسته شد که از روی فایزناکی در حال حاضر گل های به حاصل نسبتاً بیشتر می باشد. علمی اگر تحلیل میکدگی باشیم، خیلی کفانده بینیم، اگر من اینجا چنگ دارم فرادگر، من پیستیک بیم، این من اینجا حرکت کده، هوا اگر گرم شود اگر همین 2 ساعت به باردار میکند. با لیکن هوا سوس باشد اگر 2 ساعت به نیکی ممکن 4 ساعت به آمده میرسد و من باردار میشد. سربوریش آمدن اولی فصل بهار و به بیشتری درختان بغزارها که در حال گلکنی می باشند تأثیر منفی خود را می گذارد. احتمالیت زیاد شدن تلفیابی گل و کم حاصل گردیدن درختان جای دارد. در این حال کارشناسان پیشنهاد میکنند که راه های پیشگیری تغییریابی اقلیم را در ساحه کشاورزی با کارهای اگروتکنیکی و زهرداروها نسبتاً پیشگیری کردن ممکن میباشد. دهه اولی ماه مارس درختان زردالو گل میکردند و در دوام 9 روز گردالو شوی و پروسه گردالو شوی گذشته ما حاصل فراوان چی صفات نگرو به دست می آوردیم. لکن از حسابی من از واردات تکنولوژی ناو از حساب پرتوفوی بسیار در اتمسفر تغییریابی اقلیم به نظر می رسد. لیکن صد افسوس که در همین دوام 6 روز 3 روزی بارونی هم شد که به روند پروسس همین باردار شوی ای خودرشو ضرر خود رو رسانده ایستاده است. قهرمان گزارش ما ابراهیم سولیبایف میگوید اگر 5 سال قبل با 1 هکتار زمین شفتالو زارش تقریبا 10,000 سومانی مبلغ صرف نماید، امسال باشد محض به خاطر پیشگیری کردن تأثیر تغییریابی اقلیم تا 20-22,000 سومانی خرج میکند. کربمیت و منی سیلیترها پاروهای مینرالی قیمت مثلا از یک لینگ سیلیتر پیش اگر ما 180 سومان بخریم اگر حاضر یک لینگ سلیتر هم با 400 سومان. تغییریابی اقلیم با کار و زندگی قهرمان گزارشی ما تأثیری بی‌واسطه دارد. امروز تغییریابی اقلیم نه تنها به ساحه کشاورزی، اینچنین به تمام ساحه ها تأثیر خود را رسانده ایستاده است. این مشکلات نه تنها امروز بلکه سالهای قبلی نیز وجود داشت. 5 سال پیش با پروفسور ستار خدای بردیف اید به تغییریابی اقلیم در سیاره مصاحبه داشتیم که واقعیت وضع امروز را بیان کرده بود. با آب و هوای ما اقلیم ما تاثیر میکند، یعنی بادهایی که عاملهایی که از غرب، از شمال، از شرق میآید، بادهای خنک، آنتیکلون ها از سیبیر میآید و ما تاثیر نمیکند، البته تاثیر میکند. برای پیشگیری نمودن تغییریابی اقلیم باید استفاده درست آب، جنس های کوهی و هر گونه پرتوها چاره های جدی اندیشیده شود. در عکس حال زهرالود شوی اتمسفر بیشتر می گردد. یک تدبیر دیگری پیشگیری این بلند برداشتن سطح معرفت اکولوژی نه تنها بین ساکنان تاجیکستان بلکه تمام جهان می باشد. مفتون شکر و نعیم جان ایوبوف مخصوص برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی. برنامه رو ادامه میدهیم. تأثیر دست انسان به تغییریابی اقلیم کم نیست. برای مثال وقتی ما پرتوهایی رو که ترکیبشان از محصولات پلی اتیلنی عبارت است درست کار بوده نمیکنیم، حتما به ترکیب خاک تأثیر منفی میرساند. شنوندگان نهال یکی از عوامل های تأثیر بخش کم کردن تأثیر تغییریابی اقلیم به محیط
زیست است. ما از فن بیولوژی در هنوز در مکتب میانه خوب میدونیم که رستنی ها گاز های کربنات رو فرو برده از خود اکسیژن خارج میکنند. برای همین هم امروز دولت و حکومت به نقشه گرفته است که و همچنین نمونه است که مردم نیهال شنونند و از آن بهره ور گردند و هم در آبادانی و تازگی محیط زیست سهم گذار باشند. در عکس حال تاثیر تغییربی اقلیم در آینده خیلی هم جدی خواهد بود. تشکیلات عمومی جهانی آب و هوا سنجی در سامانه خود یک نواری را گذاشته است که از تاثیر گلوبالی تغییربی اقلیم به سیاره سخن میکند. تغییربی اقلیم حادثه گلوبالی است، عمومی سیاروی می باشد. مثل کووید است که امروز به جان آدمان روی سیاره زمین خطر ایجاد کرده شده است. ما برای کووید واکسین ساختیم و آن را استفاده بردیم و ارگانیزم ما را به مقابل این ویروس برای مبارزه بردن مطابق کردیم. تغییربی اقلیم نیز از کووید کمتر تاثیر ندارد. در شرایطی که اندستریالیزاسیا است و دولت‌های جهان سرعت رشد صحیح صنعت دانشون رو کم نمی‌کنند، حجم ضرر به محیط زیست نیز می‌افزاید. راه یگانه کم کردن تاثیر تغییربی اقلیم این تنها به واسطه دست انسان است. استفاده عاقلانه از ذخیره‌های طبیعی، شناندن درخت و افلاس نکردن طبیعت راه یکی از راه‌های ثمره‌بخش کم کردن تاثیر تغییربی اقلیم به محیط زیست می باشد. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر، خانه‌آباد و سربلند و موفق باشید. موضوع نوبتی برنامه نبض زندگی بابت مشکلات و دورنمای ساحه تخمی پروری در کشور است. مشکلات تخمی پروری کدام هایند؟ آیا این ساحه رشد کرده ایستاده است؟ برای پیشرفت در سمت تخمی پروری کشاورزان چه تدبیر اندیشیدند؟ برنامه آینده نبض زندگی به این مسئله ها نظر می‌دهد.